بینش و پرسش در امتداد خبر، بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتابیافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش می کند. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، در حاشیه نشست دوحه گفته است که کشورش سیاست تعامل را با امارت اسلامی دنبال می کند. او گفته با توجه به اوضاع افغانستان کشورش تصمیم گرفته تا در کنار مردم افغانستان بماند و کمک هایش ادامه بدهد. آیا امارت اسلامی به رسمیت شناخته شدن از سوی جهان نزدیک شده است؟ آیا این حرف ها بیان درک اوضاع واقعی از افغانستان است؟ دستاوردهای امارت اسلامی چقدر در تعامل مثبت با جهان نقش داشتند؟ با درود و سلام شنونده های محترم رادیو ملی افغانستان، به برنامه بینش و پرسش با من ندیم افضلی خوش آمدین. روی این موضوع بیشتر صحبت میکنم با محترم محمد یاسین حبیب، آگاه سیاسی، که از روی خط تلفن با ما وصل هستند. جناب حبیب صاحب، بسیار جات خوش آمدین به برنامه. با توجه به حرف هایی که نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفته، آیا آمریکا به این نتیجه رسید از نظر شما که راه تقابل با امارات اسلامی نتیجه‌ای در پی نداره و باید راه تعامل را با امارات اسلامی در پیش بگیرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و سلام به شما و به همکاران محترم شما و همچنان به شنونده نهایت عزیز رادیو ملی، چه در داخل و چه در خارج. بله، تشکر. علیکم السلام. ببینید، یک چیز خدمت شما عرض کنم که امارات اسلامی با جهان و جهان هم با امارات اسلامی در تعامل قرار بگیرن و مناسبات خوبی را امارات اسلامی با کشورهای همسایه و منطقه و جهان دور و نزدیک برقرار بدارد تا اوضاع اقتصادی کشور ما بهبود بیابد و مردم مظلوم و بیچاره و از این مشکلات اقتصادی رهایی بیابد. هم آمدیم طوری که تجربه به ما نشان داد کشورهای بیرونی، کشورهای بزرگ، کشورهای مقتدر در قبال افغانستان نظر و امیال خوبی ندارن، نه تنها نظر و امیال خوبی ندارن بلکه امیال شوم دارن، به خاطر از اینکه ولله الحمد افغانستان ملیس یک کشور اسلامی دارد بنابرای سرشار زیرزمینی خدادادگی بوده که در طول تاریخ 5000 سالش همیشه کشورهای مقتدر و امپراتوری ها و همچنان قدرت‌های جهانخوار نسبت به افغانستان چشم طمع داشتن تا افغانستان با تسخیرشان یا با اشغالشان بتونن منابع سرشار خدادادگی افغانستان چور چپاول بکنن که کردن. ما دیدن دوم مسئله که افغانستان از نقطه نظر جغرافیایی یک کشور سلق الجیشی هست که برای کشورهای بزرگ نیرومند دنیا از نقطه نظر رسیدن به بانمو امیال استکباریشان یا امیال جنایتکاریشان یا امیال به اصطلاح جهانخواریشان خیلی از اهمیت است. بنی اساس در قبال افغانستان اینا توجه خاصی را کشورهای بزرگ و کشورهای نیرومند دنیا دارن. اما آمدیم راجع به این که تجربه که مردم افغانستان در طول تاریخ نسبت به کشورهای بزرگ دارن نتیجه خوبی را، نتیجه درست را، نتیجه واقعی، نتیجه که بتونه دنیا بعضی کشورهای نیرومند دنیا در قبال مردم افغانستان، در قبال کشور ما صادق باشن، مخلص باشن. به این نتیجه رسیدن که هرگز صادق نیستن و مخلص نیستن بلکه چشم طمع و تسخیر و چور و چپاول و تاراج دارایی های ما را داره و استفاده از این سرزمین ما ملیس یک گذرگاه رسیدن به امیال استکباریشان یعنی اشغالگری هایشان. اینا فقط و فقط بایدونی دو مفکوره با ما را وابد داره. امریکا همچنان، امریکا در طول 20 سال گذشته هم این امتیان خونه برای مردم افغانستان دادن. حالا چی سیاسی ما، چی روشن فکرهای ما و چی مردم علما و دانشمندهای ما و چی تحصیل رفته های ما از امریکا دل خوش ندارن. ما امیدواریم که رهبرای امارت اسلامی با امریکا تعامل داشته باشن، اما اجازه مداخله در سرنوشت ما را
مثل سابق اجازه و اصطلاح تحقق پلانهای شوم استخباراتی و استخباری و به اصطلاح باز امیان شومشان رو برای زمان ندهد. بله. خوب است که تعمل بکنم، تعمل هم در حد باشه. بله. با شرایط باشه، با شروط باشه که منافع ملی ما پامال نشه و با سرنوشت ملت و کشور ما حق مداخله داره. از اونا چی امریکا باشه، چی کشورهای اروپایی باشه، هر کشوری باشه، حق مداخله در سرنوشت ما را نتن. یه امیدی، یه آرزو و توقع ملت ما، مردم ما، بله. از رهبران محترم امارات اسلامی. تشکر. جناب حبیب صاحب، شما گفتین تعامل در صورت مشروط بودن و در تقابل با مسائل داخلی افغانستان که حالا مربوط خود امارات اسلامی میشه، به نظر شما قابل قبول نیست؟ خوب است که امارات اسلامی با کشورهای همسایه و با کشورهای دور منطقه و با کشورهای دور نزدیک، کشورهای مثلا آمریکا و اروپا و سایر کشورها میشه که تعامل داشته باشن، میشه که روابط داشته باشن، اما فقط با اینمی شرایط. بله. با اینمی تقریبا شروطی که با اونا حق مداخله در سرنوشت کشور و مردم ما را نتن، میشه تعامل. بله. باشه بسار خوب از طرف مردم افغانستان و بلاف کشور ما. تشکر جناب حبیب صاحب. حالا که آمریکا میخواه رای تعامل در پیش بگیره، به نظر شما آیا این حرفایی که نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در نشست دوحه بیان کرده چقدر میتونه بیان درک واقعی اوضاع افغانستان باشه؟ به قول معروف که میگن آزمودن خطا است. آمریکا مثل انگلستان آن برای مردم ما به اصطلاح امتیاز خود دادن، در امتیاز خود اونا ناکام ماندن. حالا دیگه اعتماد داره که امریکا مثل انگلستان در کشور ما در میان مردم ما اعتماد داره که قبلا یک آرزه بود، قبلا یک توقع بود، قبلا یک انتظار میرم که شاید کشورهای مقتدر دنیا من جمله امریکا و انگلستان در قسمت بازسازی و آبادی افغانستان همکاری کنن و میدونی توی 20 سال گذشته اعمال امریکا روش امریکا و متحده میدار افغانستان این دست برای مردم ما این بگه به اصطلاح این نتیجه رو برای مردم ما داد که ابدا اونا برای ما مومد واقع نمیشن در بازسازی و در رفع مشکلات اقتصادی و افغانستان، در اعمار و مجدد افغانستان، در شکوفایی افغانستان، در بهتر شدن اوضاع اجتماعی افغانستان امریکا و متحدین نشان نه تنها مانوت واقع نمیشن بلکه اونمو اهداف خاص به اصطلاح چپاولگرایانه خدا میخوانم در قبال کشور ما اونا انجام بدن. بله جناب این اعتمادهای و انتظارهای و امیدهایی که قبلا بود که ملت ما روشن فکرهای ما سیاسیون ما نزد به کشورهای بزرگ دنیا من جمله امریکا و متحدینش داشتن حال نداره. بله جناب حبیب صاحب، اوضاع افغانستان نظر به 20 سال گذشته شما چی گونه ارزیابی میکنید؟ اوضاع افغانستان آن نظر به یک سلسله فعالیت هایی که امارات اسلامی خصوصا در قسمت بازسازی و عمار مجدد و ساخته یعنی بعض پروژه ها یا تحقق بعض پروژه های عامل ملشه یعنی مثل پروژه وسیع کانال و کشتوبه و یا مثل گذشتی سالنگ و بعض اقدامات دیگه که امارات اسلامی در طول 2 سال گذشته انجام دادن، یک سلسله امیدواری ها، یک سلسله خوشبارانی ها، یک سلسله آرزوهای نیک خوبی را در دل رو و روان مردم ما نیست جوانه زدن. و خب مسئله امنیت خب اون معلوم است که لله الحمد نه نصف سر افغانستان و کفرما شده با آمدن امارات اسلامی، اما در قسمت بیتر شدن اوضاع اقتصادی و رفع مشکلات مردم اجتماعی مردم خواهیت هایی را که انجام دادن انجام میدهن و یک خوشباوری دیگه هم یک آرزومندی دیگه هم نه جدیدن در دل روح روان مردم ما به اصطلاح جوانه زده که امارات اسلامی در قسمت ساختن بند بله. بند برق در دریا کنر مصمم است که این کار انجام بدن و این اقدام در معرض اجرا قرار بدن. این خیلی نیتیه
کانالش یا کانال کشتیپر جور کردن یا بعض دیگه که در کابل یا در بعض ولایت‌های دیگه اینا بعض پروژه های امرانی و باستاکی را برای انداختن که قبلا پلانش هم این از زمان مرحوم سردار محمد داود خان درست شده بود در این امرو لیلای خانه بختانه که امارات اسلامی در تحقیق امون پلان ها امون پروژه هایی که در زمان پلانش روی دست گرفته شده بود اینا میخواهند متوسط شد این بسیار اقدام خوب بسیار یک کار نیک است این دیگه مردم ما رو در یک آینده خوب گوارا و درست و معصر و مضبط اطمینان‌بخش بله تشکر جناب حبیب صاحب. شنونده های محترم رادیو ملی افغانستان، پس از میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم و بحث ما را دوباره ادامه میدیم. سلور دیرش 34 سلور دیرش سلور دیرش پروانه برنامه 34 گفتگو با شنونده ها و مقامات در 34 ولایت افغانستان. دا اوریدونکو او مسولینو سره خبرې اترې در برنامه 34 څلور دیرش خبرونه په څلور دیرش خبرونه کې مهمو پیښو ته کتنه د مودا کاری سده کاریز باندې وبکه وتلې دي د مودا باغونه سدي دا ټول د افغانستان بانک د خبر پاڼې پر بنسټ دا په کندهار کې د هیواد د لسو ولایتونو د نگاه به داغترین رویدادها امارت اسلامی و مردم افغانستان از هر نشستی که مسائل افغانستان به نحوی ده بسیار خیلی آموزنده بود گرچه همه علما کمکان امار است و روغن است قرب خدا میکنه اگر تیمار گردیدن نگاه کتنه رادیو صدای مردم رادیو د خلکو غږ رادیو صدای مردم رادیو د خلکو غږ برنامه رادیو صدای مردم ستاسو ورځنۍ ستونزو ته رسیدنه او د حل لارې لټون کې خبرونه رسیدگی با مشکلات شما در برنامه رادیو صدای مردم رادیو د خلکو غږ رادیو صدای مردم رادیو صدای مردم رادیو د خلکو غږ بینش و پرسش در امتداد خبر بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان رادیوی ملی افغانستان پیشکش میکنند. ای حرفا و گپایی که شما گفتین و ای کارهای اساسی که در قسمت بخش اقتصادی امارت اسلامی انجام داده است و در یک سون تأمین کامل امنیت از سوی امارت اسلامی و در بخش دیگه سخنان خود توماس وست گفته که به مبارزه مواد مخدر اشاره کرده و ابعاد مختلف که امارت اسلامی دستاورد داشته است، به نظر شما ای دستاوردها چقدر میتونه کمک بکنه برای به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی؟ یک چیز خدمت شما هم ارز کنم که همیشه در طور دست مدن رسانه ها کوزی پیدا می کنم یک منظور من همیشه به رهبران محترم امارت اسلامی خاطر نشان ساختیم که هر گاهی که امارت اسلامی یعنی مشروعیت خدا امایت مردم خدا در داخل و دست آورد که ولی هم همیستان به دست آورده هم یاره شما مطمئن باشین که وقتی که ملت افغانستان در مجموع مردم افغانستان از امارت اسلامی به دفاع بتازازن امارت بکنن و مشروعیت خود اینا از مردم خود به دست بیارن مکمل البته اینجا دیگه جهان خود بخواد جهان خصوصا پکای بزرگ که قدرت نمایی میکنه و ایده ملوکیت بالای دول جهان دارن اونا خود به خود ناگزیر میشن تا امارت اسلامی رو به رسمیت بشناسن. بله. اما وقتی که یک نظامی که یک حکومتی که از امایه مردم خود برخوردار باشد پایه مردمی داشته باشد و رضایت مردم خود به دست بیارد در مجموع زن مرد وطن خود کلان وطن پیشتران وطن رضایت شده به دست بیارد باز گفتی ایرانی ها که باز بیرونی ها و دشمنان این نظام
در برابر نظام غلط کلمه میتابند، حتمی ناگذیر میشن که نظام را رسیت بشناسن. و طور مثال آلمان، وقتی که دو آلمان یک جا شد، بله، تا 8 سال این جهان به رسیت نشناختش و بلاخره و جمعیت مردم دو آلمان، آلمان غربی و شرقی که یک جا شدن، از جمعیت مردم خود برخوردار شدن، بعد از 8 سال جهان آلمان را به رسیت شناخت. چین بعد از این که در چین یک انقلاب به وجود آمد، توسط منصفان حکومت یک حکومت به سر اقتدار آمد، به وجود آمد، روکار شد، 21 سال دنیا حکومت چین به رسمیت نشناخت، دولت چین. اما دولت چین از حمایت مردم خود برخوردار بود. مردم چین در سر تا سر چین، شرق و غرب، شمال و جنوب و مرکز چین از دولت خود، از نظام خود حمایت کردند. بالاخره بعد از 21 سال دنیا به رسمیت شناخت. آن امارات اسلامی هم انشاءالله و رحمان از زمانی که به طور مکمل از امایه تودهی و از امایه مردمی خود در خدا شود، توسط مردم خود، توسط کشور، امت با شهامت آزاده این سرزمین، این نظام در خدا شود. بالاخره اگر امریکا از انگلستان، از کشورهای اروپایی، شرق و غرب، شمال و جنوب دنیا، کشورهای همسایه و منطقه دنیا، ناگزیر میشن که امارات اسلامی را برسید. بله جناب حبیب صاحب، به نظر شما با توجه به حرفایی که شما زدین، تعامل مثبت با امارات اسلامی چقدر میتواند به ثبات منطقه‌ای کمک کنه؟ چیزی که بارها امارات اسلامی بر روزو تاکید داشته است، اگر ثبات منطقه را کشورها میخواهند باید با امارات اسلامی تعامل داشته باشند و امارات اسلامی را به رسمیت بشناسند. والا ما که تا جایی که میبینم کشورهای مثل مقتدر دنیا، امریکا و یا سه کشورهای اروپایی، اینو از راه اخلاص، از راه صداقت، از راه از یک دلسوزی نسبت به مردم افغانستان با امارات اسلامی تعامل برقرار بکنن، این مکوره را ندارن. ولی من خطب پیشتر هم خدمت شما عرض کردم که ما امیال شوری در قبال وطن ما دارن، عدفهای منگین خاینانه استعماری و استقبالی و چپاولگری در قبال کشور و وطن ما دارد. بخوان هم تعلق دارد دیگه به اوشیاری و بیداری و زرنگی و تقریبا مدیریت واقعی حکیمانه و مدیریت مدبرانه و رهبرهای محترم این نظام که دارد از امارات اسلامی تعلق به اینا دارند که چگونه با جهان در تفاهم و در تعامل باشند که منافع ملی ما پامل نشه، استقلال و آزادی ما پامل نشن، اونا بار دیگر در مقدرات ما حاکم نشن، مثل که در گذشته ها در مقدرات ما حاکم بودن. رئیس جمهور ما رمونا تعیین میکردن، از این پارلمان ما رمونا تعیین میکردن، از این کابینه ما رمونا تعیین میکردن، والیای ما رمونا تعیین میکردن، حتی قماندانای بیزای نظامی ما را، قماندانای امنی ما را رمونا تعیین میکردن. فقط و فقط اول حکومتی هم در افغانستان بود یا انتخابات هم که نمایشی که برقرار میشه و برگزار میشه، همه نمایشی بود، همه فقط یک حرکت مزاورانه و حرکت مذبوحانه و حرکت خریبانه بود. یعنی همه مقدرات کشور ما در همه امور عرصه ها همه به دست خارجی ها بودن، امریکا و متحدین نشه بعضی کشورهای اروپایی. بله جناب حبیب صاحب، نمیشه که رهبران محترم امارات اسلامی با جهان روابط و تفاهم و تعاملات برقرار بکنه، همه هوشیارانه. بله جناب حبیب صاحب، باری واقعی مدبرانه به کسی به هیچ کشور اجازه نده که مثل گذشته بار دیگر در امور داخلی ما مداخلات شروع کنن و یکم والا به چپاولگری و خوارت منابع سرشار خدادادگی زیرزمینی ما اونا بپردازن. بله جناب حبیب صاحب، امیدوارم که انشاءالله رهبران محترم امارت اسلامی متوجه این امر مسلم هست و امیدواری هم هست و چیزی که خیلی مهم است، چیزی که خیلی ارزش داره و ارزشمند است، فعلا فعالیت های واقعی قاطعانه دستندرکاران امور در افغانستان در بخشار مختلف هست که شب و روز کار میکنن. امیدوارم
دیگه تقریبا آرزومندی ها را در دل روح روان مردم ما اینا به اصطلاح پدیدار ساختن که انشاءالله به یک فردای خوب، به یک آینده درخشان، به یک آینده درست انشاءالله و رحمان. تشکر جناب حبیب صاحب از صحبتهای شما. بیشتر شما نیت کشورهای منطقه را در قبال افغانستان توضیح دادین و نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در امور افغانستان به کشورهای منطقه نیز چند پی سفر داشته. چقدر این سفرها میتواند زمینه ساز تعامل مثبت باشه و نظر کشورهای منطقه را در قبال افغانستان مثبت بسازه و تغییر بده؟ خوب است. بسیار کار نیک است. مرتا مشهود بیداری امنی دستم در کاران امور، اگر وزیرای ما هست، اگر دیگر مسئولین امور کشور ما هست، میشه که به اصطلاح روابط، میشه که سفرهای و کشورهای بیرونی داشته باشد در قسمت برقراری تعاملات در افغانستان با دنیا، اما اشیارانه و آگاهانه با در نظر داشت منافع ملی ما، حفظ حیثیت آبرو و استقلال تمامیت ملی و خود ارادت ما، این مسائل در نظر داشته باشد. انشالله که نتایج خوبی را در قبال دارد. انشالله که توجه رخداد خوب کشور ما و مردم ما به این روبرو میشن که بالاخره روز شبت با دنیا امارات سنت هم میشناسن. تشکر جناب حبیب صاحب. در نشست دوحه ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان از کشورهای جهان خواسته تا افغانستان را فراموش نکنند. این خواسته ها چقدر میتواند در تغییر وضعیت بشری در افغانستان کمک کنه و در کنار از این سخنان همچنان بر مسائل حقوق بشری و اولویت دادن به مسائل سیاسی در افغانستان نیز تاکید کرده. اگر واقعیت را میشم عرض کنم، همه اظهارات و همه گفته ها همه مظاهرانه و همه یک ترفند است. امیان سعی کنیم شما اکثریت از کشورهای اسلامی دنیا، کشورهای اسلامی که برادرهای مسلمان ما سه امارت اسلامی رو در رسیت نمیشناختن، پاکستان تا امارت اسلامی رو در رسیت نشناختن، یعنی مجلس کشورهای مسلمان و عربی امارت اسلامی رو در رسیت نشناختن، بگاه که کشورهای اسلامی به خاطر که ما همیشه یک نوع روابط ارتباطات در تنهای با امریکا دارند، فقط همه و همه گوش به فرمان امریکا هستند که از امریکا برشان اجازه بتا بر رسیت نشستند در غیر وجوده، ولی عرفه های کنان می زنند نوی در حقیقت یک نوع فریب اغوا هست که می خواهند رهبرهای امارات اسلامی و فریب تن. من امیدوارم که انشالله رهبرهای امارات اسلامی با حفظ روحی آگاهانه و اشاره خود با جهان طوری روابط بکن برقرار کنن یا تعاملات برقرار بکنن که این چیزایی که من عرض کردم، موضوع خود ارادیت، عدم مداخله و جلوگیری از مداخله از ما در امور داخلی و سرنوشت ما، حفظ استقلال و آزادی ما و حفظ تمامیت ارضی ما. اینا را که فقط اینا را جدا اینا پاسبان یا پاسدار یا حراستگر علمی مسائل باشد، انشالله و رحمان روز ما شما شاهد یک افغانستان باشکو و شاهد ازی باشیم که دنیا هم امارات اسلامی رو به رسمیت بشناسن و اینجا دنیا روابط نیکه و هم برقرار بکنن، البته با اونمو مسائلی که من خدمت شما عرض کردم با در نظر داشت اونمو شرایط اونمو چرا این خاص اکثریت مردم ما یک مشروعی باستن. انشالله که خوب نتیجه درستی را در قبال خواهد داشت. بله جناب حبیب صاحب، به عنوان آخرین پرسش، امارت اسلامی بارها تاکید کرده که ما معیارهای بر رسمیت شناخته شدن پوره کردیم، معیارهای یک کشور که باید از طرف جامعه جهانی بر رسمیت شناخته شده است ما در خود داریم، چرا جامعه جهانی و سازمان ملل بهانه تراشی میکنند در این قسمت؟ هم نگوتم اهداف از اونا را، چون تا حال اهداف از اونا برآورده نشده در قبال افغانستان. مثلا اونا میگن که حکومت همه شمول، منظور از اونا از حکومت همه شمول چیست؟ اونی جا با جایی چهره های قبلی و راهای سوخته که در طول 20 سال گذشته در افغانستان مسئول چور چپاول و خیانت و غارت بودن، اونا جا با جا شدن و دیگه این که فقط و فقط نظریات از اونا که در گذشته ها در قبال افغانستان مطرح بود و اونا به اصطلاح عملی میشد، اونی نظریات چند عملی شده که امارات اسلامی تا حالا به این خواهشان و به این تقاضایشان تن ندادن، به این واسه
تشکر خیلی زیاد از شما محمد یاسین حبیب آقای مسائل سیاسی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین و در برنامه ما وصل شدین و دیدگاه و نظریاتتون رو با ما شریک ساختین. و تشکر از شما شنونده های محترم رادیو ملی افغانستان که تا این لحظات گفت و شنود ما را شنیدید. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت شما حاضر میشم، شما را به خداوند یکتا و به همتا امانت می سپارم. شب و روز خوش داشته باشین.